زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت سیزدهم به صدای کف زدن مردم گوش می دهم. سالن تئاتر پر شده است. قرار است کاری را بکنم که همیشه از روز قبلش بیقرارم می کند. سخنرانی. مجری برنامه شروع می کند به صحبت و می گوید نیازی به معرفی من نیست که البته خیلی بیانصافی است چرا که او برای همین کار آنجاست و متوجه نیست که شاید در آن تالار خیلی ها مرا درست نشناسند و دوستانشان آنها را آورده باشند. اما بعد علا رقم ادعایش شروع می کند به دادن اطلاعاتی درباره زندگی من. از خصوصیاتم میگوید از جوایزم از میلیون ها نسخه فروش کتاب هایم از حامیان مالی تشکر می کند از من تشکر می کند و بعد دعوتم می کند به سخنرانی من هم تشکر می کنم می گویم گفتنی های مهمم را در کتاب هایم نوشتم اما فکر می کنم در مقابل مردم هم وظیفه ای دارم. باید مرد پنهان در پشت آن جملات و صفحات را نشانشان بدهم. میگویم ما بنا به طبیعت انسانیمان دیگران را فقط در بهترین بخش وجودمان سهیم میکنیم چرا که همیشه دنبال عشقیم و اینکه ما را بپذیرند پس کتابهای من همواره بخش مرعی کوهی سر در میان هاست یا جزیرهای در اقیانوس تا جایی که نور میتابد همه چیز سر جای خودش به نظر میرسد اما زیر سطح بخش ناشناخته قرار دارد تاریکی و جستجوی بیوقفه به دنبال خود. میگویم نوشتن زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن چقدر دشوار بوده و حتی خودم هم تازه دارم بخشهای زیادی از این کتاب را میفهمم. یعنی موقع بازخانیش انگار مخلوق همواره سخاوتمندتر و بزرگتر از خالقش است میگویم چیزی کسل کننده تر از خواندن مصاحبه ها یا شرکت در سخنرانی نویسندگانی نیست که میخواهند شخصیت های کتاب هایشان را توضیح بدهند یک کتاب یا خودش را توضیح می دهد یا نباید آن را خواند. نویسنده وقتی در میان جمع ظاهر می شود نباید کتابش را تشریح کند. بلکه باید بکوشد تا دنیایش را نشان بدهد. و به همین دلیل می خواهم از موضوع شخصی تری صحبت کنم. مدتی پیش برای انجام چند مصاحبه به ژنو رفتم. بعد از یک روز کاری دوستی قرار شام را به هم زد و برای پیاده روی به شهر رفتم. شب دلپذیری بود. خیابان ها خلوت بود، کاف و رستوران ها سرشار از زندگی بود. همه چیز بسیار آرام و منظم و زیبا به نظر می رسید. و ناگهان، ناگهان متوجه شدم که مطلقا تنهایم. البته امسال خیلی تنها بودم. دوست دخترم در جایی به فاصله دو ساعت پرواز منتظرم است. بعد از روز شلوغی مثل آن روز چیزی بهتر از قدم زدن در کوچه پس کوچه های آن شهر قدیمی نیست. تا بی آنکه لازم باشد با کسی حرف بزنم فقط زیبایی اطرافم را تماشا کنم. اما احساسی که الان ظاهر شده احساس تنهایی رنجاوری است. مستربم. کسی را ندارم تا در آن شهر و خیابان با او سهیم بشوم. و هایی را بزنم که دلم می خواهد تلفن همراه هم را بیرون می آورم. در آن شهر دوستان زیادی دارم. اما دیگر دیر است و نمیتوانم به کسی که دلم میخواهد تلفن کنم. فکر می کنم به یکی از آن کافه ها بروم. یک نوشیدنی بخواهم. قطعاً کسی مرا میشناسد و به سر میزش دعوتم می کند. اما این وسوسه را پس میزنم و سعی می کنم آن لحظه را تا آخرش تجربه کنم. و پی میبرم چیزی بدتر از این احساس نیست که وجود یا عدم وجود ما برای هیچ کس مهم نیست. و کسی نیست تا درباره زندگی با او حرف بزنی و دنیا می تواند بدون حضور ناآرام ما به خوبی و خوشی به راهش ادامه بدهد میلیون ها نفر را در خیالم می آورم که در آن لحظه احساس بی و بدبختی می کنن. هرچند ثروتمند و جذاب و اقواگر باشند. چرا که آن شب تنهایند، دیروز هم تنها بودند، شاید فردا هم تنها باشند. دانشجویانی که نمیدانند با کی بیرون بروند. پیرترهایی که جلوی تلویزیون نشستند و فکر می کنند شاید تلویزیون آخرین راه نجاتشان باشد. تاجرها در اتاقهایشان در هتل در این فکر که آیا کارشان معنایی هم دارد؟ زنهایی که عصر را به آرایش و درست کردن موهایشان میگذرانند، تا به کافه باری بروند و وانمود کنند دنبال رفیقی نمیگردند و فقط میخواهند نشان بدهند که جذابند مردها نگاهشان میکنند و سعی میکنند سر صحبت را باز کنند و زنها با حال و هوایی برتری جویانه آنها را پس میزنند چرا که احساس حقارت میکنند میترسند مردها بفهمند که آنها بسیار تنهایند کاری بی اهمیت دارند نمیتوانند درباره وقایع دنیا حرف بزنند چرا که از صبح تا شب کار می کنند تا نان در بیاورند و دیگر وقتی برای خواندن اخبار روز ندارد کسانی که خود را در آینه نگاه می کنند و خودشان را زشت می پندارند. گمان می کنند زیبایی خصوصیتی بنیادی است و برای سازش با خودشان وقتشان را به تماشای مجله هایی می گذرانند که در آن همه زیبا و ثروتمند و مشهورند. زن و شوهرهایی که تازه شام خوردند. دوست دارند مثل قدیم ها با هم صحبت کنند. اما گرفتاری های دیگری هم در کار است. مسائل مهمتر و هم صحبتی را باید به فردا واگذارند فردایی که هرگز نمی آید. اصر آن روز با دوستی نهار خوردم که تازه از همسرش جدا شده و ادعا می کند حالا دیگر آزادم آنطور که همیشه آرزو داشتم دروغ است هیچ کس این شکل آزادی را نمیخواهد همه ما تعهدی میخواهیم می خواهیم کسی کنارمان باشد و زیبایی های ژنو را ببیند. درباره کتاب ها و مصاحبه ها و فیلم ها صحبت کند یا ساندیویچمان را با هم تقسیم کنیم چرا که پولمان به خرید دوتا ساندیویچ نمی رسد بهتر است آدم نصف یک چیز کامل را بخورد بهتر است شوهر آدم مزاحم آدم شود و برای دیدن یک مسابقه مهم فوتبال در تلویزیون زودتر به خانه بیاید یا زن آدم جلوی ویترین مغازه‌ای بیستد و حرف آدم را درباره برج کلیسای جامع قطع کند که تمام ژنو را در خود دارد و میتوان تمام وقت و آرامش دنیا را در آنجا یافت. بهتر است آدم گرسنه بماند تا تنها. چرا که وقتی تنهاییم انگار دیگر بخشی از بشریت نیستیم. و منظورم نه تنهایی داوطلبانه که تنهایی تحمیل شده است. هتل زیبا در آن طرف رودخانه منتظرم است. با سویت راحتم. کارمند های خوش برخورد. سرویس درجه یک. و این احساس مرا بدتر می کند. چرا که باید شاد باشم. باید از تمام این دستاوردهایم راضی باشم. در راه برگشت به کسان دیگری برمیخورم که وضعی مشابه من دارند و پی میبرم که دو نگاه متفاوت در چشمهایشان است. یا تکبر تا وانمود کنند در این شب زیبا خودشان تنهایی را برگزیدند یا اندوهگین و شرمنده از تنهاییشان اینها را گفتم چرا که اخیرا به یاد هتلی در آمستردام افتادم. به یاد زنی که کنارم بود با من حرف میزد از زندگیش برایم می گفت. همه اینها را میگویم چرا که هرچند در کتاب جامعه آمده که زمانی برای دریدن و زمانی برای دوختن هست. اما گاهی زمان دریدن زخمهای عمیقی به جا میگذارد بدتر از قدم زدن در تنهایی و بدبختی در ژنو این است که کسی را کنارمان داشته باشیم و کاری کنیم که این شخص احساس کند در زندگی ما هیچ اهمیتی ندارد پیش از آن که تشویقم کنند زمان درازی سکوت برقرار می شود به مکان پرخطری آمدم در یکی از محله های پاریس که می گویند زندگی فرهنگی آن از تمام شهر جالب تر است مدتی طول می کشد تا پی میبرم آن گروه بد لباس جلویم. همان گروهی است که هر پنج شنبه با لباس سفید و معصومانه در رستوران ارمنی حاضر می شوند. چرا این لباسهای عجیب و غریب و پوشیدین؟ تأثیر یه فیلمه؟ میخایل جواب می دهد عجیب و غریب نیست؟ مگه وقتی به مهمونی رسمی شام میری لباس تو عوض نمی کنی؟ مگه وقتی به زمین گلف میری کت و شلوار میپوشی؟ پس سوال رو عوض میکنم. چرا تصمیم گرفتین از مد جوانای کل پیروی کنی؟ چون در این لحظه ما جوانهای کلهخریم به عبارت دیگه چهار جوون و دو میان سال خب برای آخرین بار سوالم را عوض می کنم. با این لباس ها اینجا چی کار می در رستوران جسممون رو تقضیه می کنیم و برای کسانی از انرژی حرف میزنیم که چیزی برای از دست دادن دارند. در بین گداها روحمون رو تقضیه می کنیم و با کسانی حرف میزنیم که چیزی برای از دست دادن ندارن. حالا هم برای انجام مهمترین بخش کارمون اومدیم. ملاقات با حرکت نامرئی که دنیا رو نوسازی میکنه. کسانی که هر روز رو طوری زندگی میکنن که انگار آخرین روز زندگیشونه. در حالی که پیران طوری زندگی میکنن که انگار امروز اولین روز زندگیشونه. از چیزی حرف میزد که قبلا متوجه شده بودم و به نظر می رسید هر روز بیشتر گسترش می آبد. جوانهایی که آن لباسهای کثیف اما به شدت ابتکاری را میپوشند که از روی های نظامی یا فیلم های علمی تخیلی طراحی شده است همهشان یک جایشان را سوراخ و حلقه ای از آن رد کردند همه موهایشان را به شکلی متفاوت کوتاه کردند. در خیلی از موارد یک سگ گرگی هم همراهشان است که قیافه تهدیدآمیزی دارد. یک بار از دوستی پرسیدم چرا همیشه سگ به همراه دارند؟ او گفت اگر که سگی همراه کسی باشد پلیس نمیتواند صاحب سگ را دستگیر کند. چرا که جایی برای نگه داشتن آن سگ ندارد. یک بطری ودکا دوباره دور چرخید. همان چیزی را میخوردند که با گداها میخوردیم. فکر کردم شاید به خاطر ریشه های ملی میخایل باشد. جرعی نوشیدم. تصور کردم اگر کسی مرا آنجا ببیند چه میگوید. فکر کردم میگویند حتما دارد در مورد موضوع کتاب بعدیش تحقیق می کند و با این خیال آرام گرفتم من آمادم می خوام سراغ استر برم و به اطلاعات احتیاج دارم از کشور تو هیچی نمیدونم من باهات میام چی؟ این در برنامهم نبود سفر من بازگشتی بود به تمام آنچه در خودم گم کرده بودم و این سفر جایی در استپهای آسیا به پایان می رسید. این یک مسئله خصوصی و شخصی بود نیازی به شاهد نداشت. البته اگه پول بیلیتم رو بدی اما باید به قزاقستان برم. دلم برای کشورم تنگ شده. مگه اینجا کار نداری؟ نباید هر پنجشنبه توی اون رستوران نمایش بدی؟ همیشه میگی نمایش. قبلا گفتم که یک ملاقاته. تجربه دوباره گم شده ای به نام سنت گفتگو. اما نگران نباش. آناستازیا به دختری اشاره میکند که بینیش را سوراخ کرده. داره عطیهش رو آزاد میکنه. وقتی نیستم ترتیب همه کارا رو میده. آلما خانومی که ساز فلزی بشقاب مانند را می نواخت و در پایان آن ملاقات قصه می گفت گفت حسودیش میشه حق داره این بار آن یکی جوان بود که حالا لباسی تمام چرم پوشیده بود و لباسش پر بود از پلاک های فلزی و سنجاق قفلی و سنجاق سینه به شکل تیغ ریش تراشی. میخایل جوانتره، زیباتره، بیشتر به انرژی وصله. آناستازیا گفت اما شهرت و ثروتش کمتره. با قدرتمند ها هم چندان رابطه ای نداره. از نظر یک زن با هم متعادلن. هر دو بخت مساوی دارن. همه خندیدند. بطری ودکا یک بار دیگر دست به دست گشت و من تنها کسی بودم که اصلا احساس خوشی نداشت. اما از خودم متعجب بودم. سالها بود در خیابانی در پاریس روی زمین ننشسته بودم و این راضیم می کرد. ظاهرا قبیله بزرگتر از اونه که فکر می کنی. از برج ایفل تا شهر ترب که اخیرا اونجا بودم وسعت داره. اتفاقی رو که داره میافته درست نمیفهمم. مطمئن باش دامنه قبیله تا خیلی دورتر از ترب میرسه و راههایی رو در پیش میگیره که به اندازه جاده سانتیاگو جالبه. به طرف جایی در فرانسه یا اروپا راه میافتند. قسم میخورند که اهل جامعه ای بیرون از جامعه باشن. میترسن روزی به خونشون برگردن شغلی در پیش بگیرن ازدواج کنن تا وقتی ممکنه با این وضع جنگن. کاملا فرق دارن اما وقتی رد میشیم اغلب مردم وانمود میکنن ما رو نمیبینن چون که از ما میترسن این همه خوشونت لازمه لازمه شهوت نابود کردن شهوتی خلاقانه است. اگر خشن نباشند به زودی تمام بوتیک ها پر میشه از این جور لباس ها. سردبیرها شروع می کنن به انتشار مجله های تخصصی درباره جنبش جدید که با رسوم تازهشون دنیا رو جارو میکنن. تلویزیون ها شروع می کنن به پخش سریالی ویژه این قبیله. جامعه شناس ها مقاله می نویسند. روان ها به خانواده ها مشاوره می دن و همه چیز قدرتش رو از دست میده. پس هر چه کمتر بدونن بهتر. حمله ما به عنوان دفاع عمل می کنه. ببین من فقط اومدم اطلاعاتی بگیرم همین. شاید اگر امشب رو کنار شما بگذرونم برام تجربه پرباری باشه و کمکم کنه تا از سرگذشت شخصی دورتر بشم که دیگه اجازه تجربیات تازه رو به من نمیده. اما قصد ندارم کسی رو با خودم ببرم. اگر نمیتونی کمکم کنی بانک مساعدت تمام ارتباطات لازم رو در اختیارم میذاره. تازه تا دو روز دیگه حرکت می کنم. فردا شب قرار شام مهم می دارم اما بعد برای دو هفته آزادم. ظاهرا میخاییل دوچار تردید شده بود. تصمیم با خودته. نقشه رو داری اسم دهکده رو میدونی و پیدا کردن خونه ای که اون توش مهمونه سخت نیست. اما به نظر من بانک مساعدت میتونه کمکت کنه خودت رو به آلماتا برسونی. اما تو رو از اون جلوتر نمیبره. چون که قانون استپها فرق داره. تا جایی که میدونم منم سپرده هایی تو بانک مساعدت تو دارم مگه نه؟ وقت باز پرداخته. دلم برای مادرم تنگ شده. حق با او بود. شوهر آلما حرفمان را قطع کرد. باید کارو شروع کنی. میخایل چرا میخوای با من بیای؟ فقط به خاطر اینکه دلت برای مادرت تنگ شده؟ اما جواب نداد. شوهر آلما شروع کرد به نواختن تبل کنگا. آلما بشقاب فلزی با چراغ ها را نواخت و دیگران از رهگذران صدقه خواستند. چرا میخواست با من بیاید؟ و من که مطلقاً کسی را در استپها نمی شناختم چطور می توانستم از بانک مساعدت استفاده کنم؟ شاید می توانستم از سفارت قزاقستان ویزا بگیرم. در یک آژانس کرایه اتومبیل ماشینی کرایه کنم و در سفارت فرانسه در آلماتا راهنمایی پیدا کنم. آیا بیشتر از این هم لازم بود؟ همانجا ماندم و همانطور سرگشته گروه را تماشا کردم. وقت آن نبود که درباره سفر بحث کنم. کار داشتم و دوست دخترم در خانه منتظرم بود. چرا همین حالا خداحافظی نکنم؟ برای اینکه احساس آزادی می کردم. کارهایی می کردم که سالها نکرده بودم. فضایی برای تجربه های جدید در روحم می گوشودم. داشتم کنترل چی زندگیم را دور می چیزهایی را تجربه می کردم که شاید برایم چندان جالب نبود. اما دست کم تفاوت داشت. نوشخاری تمام شد و روم جایش را گرفت. از روم متنفرم. اما همین بود که بود. بهتر بود با شرایط می ساختم. دو نوازنده بشقاب و تبل را می نواختند. و وقتی کسی جرأت می کرد از آن نزدیکی بگذرد یکی از دخترها دستش را دراز می کرد و صدقه می خواست. آن شخص معمولا قدمهایش را تند میکرد اما همیشه میشنید ممنونم شب خوبی داشته باشید. یکی از افراد با دیدن اینکه به جای حمله از او تشکر کردند برگشت و پولی به او داد بعد از ده دقیقه مشارکت در آن برنامه بی آنکه کسی در آن گروه چیزی به من گفته باشد به طرف کافه رفتم دو بطری ودکا خریدم برگشتم و روم را در جوی آب ریختم ظاهرا آناستازیا از حرکتم خوشش آمد و سعی کرد سر صحبت را با من باز کند میشه بگین چرا بدنتون رو سوراخ میکنی شماها چرا جواهرات آویزون میکنین کفش پاشنه بلند می پوشین، لباسای کوتاه می پوشین، حتی در زمستون. اما این جوابش نیست. خودمون رو سوراخ می کنیم چون ما نو بربریم و قراره به روم حمله کنیم. ما که یونیفرم نمی پوشیم. یک چیزی باید مشخص کنه مهاجمان از کدوم قبیلن. لحن صدایش طوری بود که انگار لحظه تاریخی مهمی را پشت سر می گذاراند. اما در نظر کسانی که در آن ساعت به خانه برمیگشتند، آنها فقط گروهی بیکار و بیخانمان بودند که در خیابانهای پاریس پرسه می زدند. مزاحم توریست هایی می شدند که آنقدر برای وضعیت اقتصادی آنجا منافع داشتند. و پدر و مادرهایشان را به مرز جنون می کشیدند که نمی توانستند آنها را مهار کنند. روزگاری من هم همین طور بودم. آن زمان جنبش هیپی سعی می کرد قدرتش را نشان بدهد. آن کنسرت های عظیم راک، موهای بلند، لباس های رنگارنگ، نماد وایکینگ ها، نشان صلح و عشق به شکل انگشت‌هایی در حرف وی. همانطور که میخایل میگفت، آنها هم مبدل به محصول مصرفی دیگری شدند. از صفحه روزگار رفتند و نشانهایشان هم از بین رفت. مرد تنهایی در خیابان ظاهر شد. جوان چرم پوش که لباسش پر از سوزن و سنجاق بود به طرف مرد رفت و دستش را دراز کرد و پول خواست. اما مرد به جای آنکه قدمهایش را تند کند و چیزی مثل پول خورد ندارم بگوید ایستاد. همه را نگاه کرد و با صدای بلند گفت هر روز صبح با یک بدهی صد هزار یورویی از خواب بیدار میشم. دلیلش هم قسط های خونم و وضع اقتصادی اروپا و هزینه های زنمه. وضع من از شما بدتره. من خیلی بیشتر از شما زیر فشارم. ممکنه سکه ای به من بدین تا بدهیم کمتر بشه. آناستازیا یک اسکناس پنجاه یورویی بیرون آورد و به مرد داد. کمی خاویار بخر. باید تو زندگی نکبت بارت کمی شادی بیاری. مرد انگار این عادی ترین کار دنیا باشد تشکر کرد و رفت. پنجاه یورو دختر ایتالیایی در کیفش اسکناس پنجاه یورویی داشت و بعد صدقه میخواستند در خیابان گدایی میکردند جوان چرم پوش گفت بیاین از اینجا بریم میخایل پرسید کجا بریم؟ بریم دنبال دیگران شمال یا جنوب آناستازیا تعیین کرد غرب هرچه باشد آنطور که تازه شنیده بودم او داشت عطیهاش را آزاد میکرد از جلوی برج سنجاک گذشتیم قرنها پیش زائران برای رفتن به سانتیاگوی کمپوستلا آنجا جمع می شدن. از کلیسای نوتردام گذشتیم جایی که چند نوبربر دیگر جمع شده بودند. ودکا تمام شد. دو بطری دیگر خریدم هرچند مطمئن نبودم همهشان به سن قانونی رسیده باشند هیچ کس از من تشکر نکرد کارم را عادی ترین کار دنیا می دانستند. متوجه شدم کمی مست شدم با علاقه به یکی از دخترهای تازه وارد نگاه می کردن. با صدای بلند صحبت می کردن, به قوتیهای خالی کنسرو لگد می زدند و هیچ، مطلقا هیچ حرف جالبی نمی زدند. از رود سن گذشتیم. و ناگهان در برابر نوار سفید و قرمز مشخص کننده نقاط در حال ساخت متوقف شدیم. نوار مانع عبور ما از پیاده رو می شد. همه باید به وسط خیابان می رفتن و پنج متر آن طرفتر دوباره به پیاده رو بر می گشتن. یکی از تازه واردها گفت هنوز اینجاست؟ پرسیدم چی هنوز اینجاست؟ این یارو دیگه کیه؟ جواب دادن یکی از دوستای ماست اما حتما چیزی از کتاباش خوندی. تازه وارد مرا میشناسد، اما هیچ تعجب یا احترامی از خودش نشان نمی دهد. برعکس میپرسد که آیا می توانم پولی به او بدهم که در آن لحظه امتنام می اگه میخوای بدونی این نوار اینجا چی کار میکنه باید یه پولی پیاده بشی. در زندگی هر چیزی قیمتی داره. خودت خوب میدونی. اطلاعات از گرونترین محصولات دنیاست. در گروه هیچ کس به کمکم نمی آید. باید برای گرفتن جواب یکی یورو رو بپردازم. چیزی که هنوز اینجاست این نواره. ما بستیمش اینجا. اگه نگاه کنی میبینی تعمیراتی در کار نیست. هیچ چیز نیست. فقط یه چیز احمقانه سفید و قرمزه که مانع عبور از یک پیاده روی احمقانه تر میشه. اما هیچ کس نمیپرسه این نوار اینجا چی کار میکنه. میرن وسط خیابون. تو خیابون راه میرن و خطر تصادف و به جون میخرن. کمی جلوترم به پیاده رو برمیگردند راستی شنیدم تصادف کردی راسته دقیقا به خاطر اینکه از جدول پایین اومدم و به خیابون رفتم نگران نباش مردم موقع این کار حواسشون رو حسابی جمع میکنن این موضوع باعث شد به فکر بستن این نوار بیفتیم تا یک کمی توجه کنند که برشون چه اتفاقی میفته. اصلا اینطور نیست. این جمله از طرف دختری بود که جذاب به نظرم رسیده بود. فقط یه شوخی تا بخندیم به کسانی که اطاعت میکنن بی اون که بدونن از چی. دلیل خاصی نداره. اهمیتی هم نداره. هیچکس هم تصادف نمیکنه. چند نفر دیگر اضافه شدند. حالا دیگر یازده نفر بودند با دو سگ گرگی. دیگر صدقه نمیخواستند. چرا که هیچکس جرأت نداشت به آن گروه وحشی نزدیک شود که به نظر می رسید، از ترسی که ایجاد می کنند لذت میبرند مشروب تمام شد همه نگاه هم کردند انگار وظیفه من بود که آنها را مست کنم از من میخواستند یک بطری دیگر بخرم متوجه شدم که خریدن مشروب گذرنامه من برای شرکت در آن سفر زیارتی است به دنبال فروشگاهی گشتم انگار دختری که توجه هم را جلب کرده بود و سنش آنقدر کم بود که می توانست جای دخترم باشد متوجه نگاه من شد و سر صحبت را باز کرد. می دانستم فقط سعی دارد سر به سرم بگذارد اما قبول کردم. چیزی درباره زندگی شخصیش نگفت. پرسید میدانم پشت اسکناس ده دلاری چند گربه و چند فانوس نقش شده؟ گربه و فانوس؟ نمیدونی. پول برات ارزشی نداره. اما من میدونم. پشت این اسکناس چهار تا گربه و یازده تا فانوس خیابونی کشیدن. چهار گربه و یازده فانوس؟ با خودم عهد کردم دفعه بعد که یک اسکناس ده دلاری دیدم نگاهش کنم. اینجا مواد مخدرم هست؟ یه چیزایی هست اما بیشتر الکله. مواد خیلی کمه راست کار ما نیست. مواد مخدر بیشتر به درد نسل شما میخوره نه؟ مثلا مادرم وقتی میخواست غذا درست کنه یا خونه رو با وسواس تمیز کنه یا به خاطر من عذاب بکشه مواد مصرف میکرد. باورت میشه؟ عذاب میکشید به خاطر من، به خاطر کشور، برادر و خواهرهام به خاطر همه. طوری که مجبور بودم مدام به خودم فشار بیارم تا همیشه فکر کنه شادم و کیفم کوکه. بعدم فکر کردم بهتر اصلا از خونه برم. خب این هم از یک سرگذشت شخصی دیگر. جوان موبوری که لبش را سوراخ کرده بود گفت مثل زن تو اونم از خونه رفت اونم مجبور بود تظاهر کنه که کیفش کوکه آنجا هم یعنی به کسی از اینها هم آن تکه پارچه خونالود را داده بود. آناستازیا خندید. اونم عذاب می کشید. اما اونطور که خبر داریم دیگه عذاب نمی کشه. به این میگن شجاعت. زن من اینجا چی کار می کرد؟ با این مرد مغل می اومد. با اون فکرای پیچیدش درباره عشق که تازه تازه داریم حرفاشو میفهمیم. خیلی سوال میکرد. سرگذشتشو میگفت. اما یه روز دیگه سوال نکرد و سرگذشتش رو نگفت. گفت از گلایه خسته شده. پیشنهاد کردیم همه چیزو ول کنه و با ما بیاد. قرار به شمال آفریقا سفر کنی. تشکر کرد. گفت برنامه های دیگه ای داره و در جهت عکس ما حرکت میکنه. آناستازیا پرسید کتاب جدید اینو نخوندی؟ جوان موبور جواب داد میگن خیلی رمانتیکه برام جالب نیست کی میخوای این داروی مایه رو بخری؟ در راه مردم از ما دوری می کنند. انگار مثل یک عده سامورایی وارد ده شده باشیم یا مثل راه زنها به داخل یک شهر قرب وحشی رفته باشیم. یا مثل بربرهایی که وارد روم شده باشند. هرچند در گروه هیچ کس حرکت تهدیدآمیزی نمی کند اما خوشونت در لباسشان است. در سوراخ‌های صورتشان در صدای بلندشان در تفاوتشان سرانجام به مغازه مشروب فروشی می‌رسیم در اوج ناراحتی و آزردگی می‌بینم که همه با هم وارد می‌شوند و در میان قفسه‌ها به راه می‌افتند آنجا کی را می‌شناختم فقط میخایل هرچند نمیدانستم داستان او هم واقعیت دارد یا نه اگر مغازه را سرقت کنند چه اگر یکی از آنها اسلحهای داشته باشد من با آن گروه بودم آیا به خاطر آنکه مسنتر از همه بودم مسئولیت با من بود مرد صندوقدار بیوقفه به آینه بالای سوپرمارکت کوچکش نگاه میکرد آن گروه که میدانستند مرد نگران است پخش شدند برای هم شکلک در میآوردند تنش افزایش یافت برای اینکه مجبور نشوم دوباره این صحنه را ببینم سه بطری ودکا برداشتم و به سرعت به طرف صندوق رفتم زنی همانطور که پول یک بسته سیگار را می پرداخت تعریف کرد که در دوران او پاریس کولی هایی داشت. هنرمندهایی هم داشت. اما از این باند های رانده و مانده نداشت که همه را تهدید می کند و به صندوقدار پیشنهاد کرد پلیس را خبر کند. با صدای آهسته گفت، مطمئنم تا چند دقیقه دیگه اتفاق بدی میفته. صندوقدار از آن حمله به دنیای کوچکش به شدت ترسیده بود. دنیایی محصول سالها کار، سالها قرض و بدهی، جایی که احتمالا صبحها پسرش کار میکرد بعد از ظهرها زنش و شبها خودش به زن اشاره کرد و متوجه شدم که قبلا پلیس را خبر کرده بدم می آید خودم را داخل کارهایی کنم که به من مربوط نیست اما از بزدلی هم متنفرم. هر بار این اتفاق می افتد تا یک هفته از خودم بدم می آید. نگران نباشین. اما دیر شده بود. دو پلیس وارد شدند. مغازدار اشاره ای کرد اما آنها که مثل موجودات فضایی لباس پوشیده بودند توجهی نکردند. رویارویی با نمایندگان نظم مستقر بخشی از مبارزه است. حتما قبلا هم بارها با چنان وضعی روبرو شده بودند. میدانستند هیچ خلافی نکردند به جز حمله به مد رایج اما این هم می توانست فصل بعد تغییر کند حتما ترسیده بودند اما نشان نمیدادند و همچنان با صدای بلند با هم حرف میزدند. زدند به یکی دیگر گفت پریروز بازیگری تو تلویزیون می گفت باید تو کارت شناسایی همه احمقا بنویسن که اینا احمقن. اینطوری آدم میفهمه با کی حرف میزنه. دختر فرشته آسا با لباس خوناشام که کمی پیش داشت با من درباره فانوس ها و گربه های پشت اسکناس ده دلاری صحبت میکرد گفت واقعا آدمای احمق برای جامعه خطرناکن. باید سالی یه بار آزمایششون کرد و بعد بهشون مجوز عبور از خیابونو داد. مثل راننده ها که باید گوایی نامه رانندگی بگیرن. پلیسها ها که سن و سالشان چندان بیشتر از اعضای آن قبیله نیست چیزی نمیگویند. میدونی دلم میخواد چی کار کنم؟ صدای میخایل بود. اما نمیدیدمش. پشت قفسه پنهان بود. دلم میخواد برچسب این کالاها ها رو عوض کنم تا مردم تا ابد گیج بمونن. ندونن کی باید گرم بخورن، کی سرد بخورن، کی بپزن، کی خام بخورن. اگه نوشته ها رو نخونن نمیدونن چطوری غذا درست کنن. دیگه غریزه ندارن. همه آنهایی که تا آن لحظه حرف زده بودند به فرانسه فسیح حرف میزدند. اما میخواهی لحجه داشت. پلیس گفت: مایلم پاسپورت شما رو ببینم. اون با منه. این کلمات خیلی طبیعی ادا شد. هرچند می‌دانستم این هم می‌تواند به معنای رسوایی دیگری باشد. نگهبان نگاه هم کرد. با شما صحبت نکردم. اما حالا که دخالت کردین و حالا که با این گروه هستین، امیدوارم مدرکی همراه داشته باشین تا هویتتون ثابت کنه. و امیدوارم دلیل موجهی داشته باشین که چرا با کسانی که نصف سن شما رو دارن اومدین تا ودکا بخریم. می توانستم از نشان دادن مدارک امتنا کنم. قانون مجبورم نمی کرد مدارکم را با خودم حمل کنم. اما به میخائیل فکر کردم. یکی از پلیس ها حالا کنار او ایستاده بود. آیا اجازه ای اقامت در فرانسه داشت؟ به جز داستان آن مکاشفه ها و سر از او چه می اگر تنش آن لحظه باعث بروز یک حمله سر می شد چه؟ دستم را در جیبم کردم و گواهی نامه رانندگیم را بیرون آوردم. شما خودم هستم حد زدم یکی از کتاباتون رو خوندم اما این جلوی اجرای قانون رو نمیگیره این واقعیت که او خواننده من بود کاملا خلع سلاحم کرد آن پلیس جوان با سر تراشیده او هم یونیفرمی به تن داشت هرچند بسیار متفاوت با یونیفرم مشخص کننده اعضای قبیله. شاید او هم روزی در رویایش میخواست آزاد باشد. به طور دیگری باشد طور دیگری عمل کند و به شکلی زیرکانه بدون آنکه از قانون تخطی کند تا کارش را به زندان بکشاند حاکمیت را به مبارزه بطلبد اما حتما پدری داشته که هرگز راه دیگری برایش نگذاشته ای که باید در تأمین مخارج کمک می‌کرده یا فقط از فرار رفتن از دنیای معنوسش ترسیده با ظرافت جواب دادم من که بالاتر از قانون نیستم در واقع هیچ کس قانونی رو زیر پا نذاشته مگر اینکه این آقای صندوقدار یا اون خانومی که داره سیگار میخره بخوان شکایت رسمی بکنه وقتی برگشتیم زنی که درباره هنرمندها و کولیهای دوران خودش حرف میزد همان که پیشگویی کرده بود فاجعه ای در حال رخ دادن است با نوع حقیقت و رفتار نیک ناپدید شده بود مطمئنا روز بعد برای همسایه ها تعریف می کرد که او باعث شده جلوی یک تهاجم را بگیرند. مرد صندوقدار گفت شکایتی ندارم. در دام دنیایی افتاده بود که در آن مردم با صدای بلند حرف می زدند. اما ظاهرا هیچ کار بدی نمی کردند. ودکا مال شماست؟ سرم را به تایید تکان دادم. میدانستند دانستند همه من مستیم اما همچنین می خواستند مطمئن شوند که تهدیدی در کار نیست. بدون آدمای احمق دنیا دچار هرج و مرج میشه. صدای آن جوان چرم پوش پر از سوزن و سنجاق بود. اگه احمقا نبودن به جای این همه بیکاری امروز کار فراون بود. اما کسی نبود که کار کنه. بسه. صدای من بود. با قاطعیت و اقتدار دیگه هیچ کدومتون حرف نزنید. و در کمال تعجب دیدم که سکوت حاکم شد قلبم به شدت می تپید اما به صحبت با پلیس ها ادامه دادم و وانمود کردم خون سرد ترین آدم دنیایم اگه خطرناک بودن اینطوری سر و صدا نمی کرد. پلیس به طرف صندوقدار برگشت اگه لازم شد ما همین نزدیکی ها هستیم و پیش از خروج طوری که صدایش در تمام مغازه به به آن یکی پلیس گفت خدا پدر احمقا رو بیامرزه اگه احمقا نبودن این موقع شب مجبور می شدیم با آدمهای واقعا خطرناک روبرو بشیم آن یکی پلیس گفت آره احمقا حواس ما رو پرت میکنن اما بی خطر بی خطرن. و بعد موقرانه و معدبانه با من خداحافظی کردند پایان قسمت سیزده